هفته همه ربیع الاول سال روز میلاد حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله علی و امام جعفر صادق علیه السلام است به گزارش شیعه شیعیان که همچنان در ایام فرحت و زهرا سلام الله علیها قرار داشته و به شادی میپردازند در نقاط مختلف جهان با بزرگداشت این روز آن را به شکلی خاص جشن گرفتند حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله علی آخرین پیامبر خدا دین مبین اسلام را برای جهانیان به ارمغان آوردند تا بشریت را به تعالی و راه و رسم درست زندگی آشنا نموده و در این راه رنج ها و مشقت های بسیار را متحمل شدند هنگام ولادت آخرین پیامبر خدا تاقه کس کسرا در ایران شکافت و چند کنگره آن فرو ریخت آتشکده فارس خاموش شد آب رود سماوه در بین کوفه زیاد شد و به جریان افتاد، آتشکده ی سرزمین فارس پس از هزار سال روشنایی خاموش شد، بطهای مکه سرنگون شدن، نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد و شعاعی وسیر را روشن ساخت و شیطان از پرواز به سوی آسمان های هفتگانه منع گردید، ششمین وسیع و جانشین ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز در طول عمر پربرکتشان تعداد زیادی از بزرگترین علما را تربیت کردند و از این رو پیروان مذهب حقه تشیع را شیعه جعفری نیز مینامند شیخ توسی در کتاب رجال خود تعداد شاگردان امام صادق علیه السلام را 3197 مرد و 12 زن ذکر کرده که همگی از مکتب و محضر ایشان استفاده علمی بردند.